سلام، کامران یارایی هستم. دوباره اومدیم خدمت شما تا ببینیم که خداوند برای شما چه هدیه‌ای داره. ما از البته خب موقعی که ما سنمون کوچیک‌تر بود هدیه خیلی دوست داشتیم. البته خب کیه که هدیه دوست نداره؟ هر کسی هدیه دوست داره. الان ما خب وقتی که ما وضعمون یه خورده بهتر میشه، خب میتونیم بریم برای خودمون یه چیزایی رو بخریم. خب میگیم دیگه، بچه که بودیم یادمه میرفتیم کجا؟ میرفتیم دبستان و کودکستان، ما تهران مدرسه میرفتم بچه که کوچیک بودم. بعد میرفتیم اونجا، بعد چی میدادن؟ اونایی که وضع از نظر درسشون خیلی خوب بود یه چیزایی میدادن، یادم رفت، یه هدیه‌ای میدادن، بعد اسما رو میخوندن، می اومدن میگفتن که مثلا آفرین تلگرام رو گذاشتیم، مرحبا. من چند تا برنامه قبلی یادم رفت راجع به تلگرام صحبت کنم. تلگرام منو برین چک کنین، رضا جان برنامه رو میذاریم اونجا. بعد بچه‌هایی که درسشون خوب بود، الان یادم رفت اسمش چی بود، ولی خب اسمش رو بذاریم هدیه، می اومدن سر صف اسمشون رو جایزه، جایزه میدادن. خب جایزه هم خب مثل همون هدیه است دیگه. البته خب هدیه و جایزه یه مقداری فرق میکنه، ولی به هر حال جایزه که میدادن من یادمه همش خب چقدر مثلا میگفتم خدایا مگه میشه مثلا یه روزی هم من هم جایزه بگیرم؟ خب اگر جایزه بخوا بگیریم یا هدیه بگیریم، معمولا میگن خب باید از نظر درسی، خب تو مدرسه دیگه باید مثلا شاگرد اول بشی. خب مثلا 20 نفر 30 نفر تو کلاس ما بودن، خب مثلا یکی اگه شاگرد اول میشد میگفتن فلانی شاگرد اول شد، شاگرد دوم، شاگرد سوم. من یادم نیست اگر تو ایران داشتیم شاگرد چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم. بعد تو مثلا اگر 20 نفر تو توی کلاس ما بودن، ما هیچ‌وقت مثلا شاگرد 20م نداشتیم. اگرم شاگرد 20م داشتیم یه جورایی مسخره میکردن. حالا مثلا میگفتن که آقا مثلا این تنبل‌ترین یا کهن، ذهنش خیلی کهنه، برحال یادم رفت اینا رو ایرانی مثلا این چیزا رو اصطلاحات رو یادم رفت. برحال ذهنش انقدر زیاد خوب نبود، ذهنش انقدر زیاد نمیرسه، این مثلا دیگه لیاقت نداره که هدیه بگیره یا جایزه بگیره. ولی خب وقتی قلبمون رو میدیم به خداوند، وقتی که خداوند میاد وارد قلب ما میشه، اون وقت ما ذره ذره متوجه میشیم که خداوند همیشه برای ما یه هدیه هایی داره. البته حالا نمیخوام بگم جایزه هدیه است. جایزه معمولا برای کسایی که همینطور که گفتم، حالا شاگرد اول، شاگرد دوم، شاگرد سوم، یا مثلا فلانی مثلا تو کنکور رتبش انقدر شد، یا مثلا رفت مثلا تو دویدن تو المپیک شرکت کرد، مثلا جایزه اول رو گرفت، تو گردنشون هم جایزه طلا میذارم، مثلا تو وزن برداری نفر اول شد، نفر دوم شد، نفر سوم شد، جایزه گرفت. ولی هدیه رو میتونین شما به نفر 200م هم هدیه بدین. حالا اگر 200 نفر هم اونجا شرکت کردن، حالا شاید 3 نفر جایزه بگیرن، ولی اگر بخوایم مثلا هدیه بدیم، میتونیم به اون نفر آخر هم هدیه بدیم. خداوند، من اونطوری که قبلا میشناختم، قبل عیسی مسیح فکر میکردم خب خداوند به اون کسایی که مثلا کارهای خوب میکنن، یا حالا نماز میخونن یا روزه میگیرن یا به فقیر فقرا کمک میکنن، یا مثلا تسبیح میزدیم، تسبیح میزنن، مثلا سبحان الله زیاد میگن، یا به هر حال دیگه حالا چیزای دیگه خودتون میدونیم و خود من میدونم. من فکر میکردم خیلی از ماها فکر میکردیم خداوند میاد جایزه میده، مثلا میزنه به این شونه ما میگه آفرین، تو مثلا این کار خوبی کردی، این جایزته. بقیه همه خجالت زده میشدن دیگه، همه شرمنده میشن جلوی خدا دیگه، بابا من مثلا مثل فلانی مثلا انقدر نماز نخوندم، انقدر روزه نگرفتم، انقدر این کارا رو نکردم، من شرمندم، من تنبل کلاسم، همیشه هم خجالت میکشم، همیشه هم میترسم از معلم خودم. ولی خداوند اینطوری نیست. خداوند میاد هدیه به ما میده. خداوند همیشه هدیه دستش هست. پس اگر 200 نفرم توی
کلاس باشن، وقتی خداوند معلم ماست، خداوند به هر 200 نفر میتونه و میده، هدیه میده. پس همون اول مثلا قرار نبود راجب هدیه صحبت بکنم، میخواستم یه مقداری راجب خشم صحبت بکنم. خشم و تنفر اینجا نوشتم، خشم و تنفر. یه دفعه دوربین رو که دیدم انگار صورت شما رو دیدم، دوربین رو میبینم انگار صورت شما رو میبینم. بعد کلمه هدیه اومد تو فکرم، کلمه هدیه اومد تو دلم. در برنامه قبلی هم گفتم، برنامه قبلی منم نگاه بکنین، هم تو یوتیوب شبکه هفت گاهی اوقات میذارن، هم تو تلگرام خودم، هم تو یوتیوب خودم، هم تو فیسبوک خودم، گاهی اوقات برنامه رو نگاه کنین، برنامه قبلی رو. صحبت کردم که چقدر مهمه که ما صدای خداوند رو بشنویم. پس صدای خداوند این شکلی چجوری شنیدم؟ من الان وقتی که دوربین شروع شد، مجید جان دوربین رو شروع کرد، من یه دفعه تو دلم افتاد انگار که جلوی چشم همین شکلی کلمه هدیه رو دیدم. پس متوجه شدم که با ایمان در قبل متوجه شدم که خداوند میخواد امروز راجع به هدیه صحبت بکنه. اولم که شروع کردم خودتون دیدین، یادم هم نبود که بابا این مدرسه چی میدادن، یه دفعه کلمه جایزه اومد. بعدم میدونستم خداوند نمیخواد راجع به جایزه صحبت کنه. پس ذره ذره شما دنبال خداوند که تو این قلبتون میری متوجه میشین که تو قلب خداوند چی وجود داره. والله میتونست این چیزها رو همه رو قبل اینکه برنامه شروع بشه همه رو تو دل من بندازه، همه رو من میتونستم یادداشت کنم، نکرد. به من داره یاد میده، به همه ما داره یاد میده که دنبال اون قلبتون برین. حتی اگر یه کلمه هم از خداوند اومد، دنبال اون کلمه برین تا وارد قلب خداوند بشیم، تا متوجه بشیم که خداوند چی میخواد. اگرم با فکرای زمینی خودمون هم فکر بکنیم، متوجه میشیم که خداوند محبته. خداوند یک مثل یک معلم معمولی نیست. معلمای معمولی هم خب سیستم ما اینه، ما به معلما گفتن، مدیرا یا آموزش پرورش به معلم میگه، میگه اگه میخوای معلم باشی باید اینجا امتحان بذاری، بعد شاگرد اول داری، شاگرد دوم داری، شاگرد سوم داری. هیچ وقت نمیتونی شاگرد پنجاهم داشته باشی به شاگرد پنجاهمت هم جایزه بدی. شاید دل معلم این باشه که اون کارو بکنه، ولی اجازهش رو نداره، چون آموزش و پرورش ما این شکلیه. آموزش و پرورش الهی، آموزش و پرورش خدایی، آموزش و پرورش محبتی، آموزش و پرورش عشق خداوند. خداوند عشق و محبت خالص دیگه. حالا بعضی شاید مثلا بگن ما تا حالا عشق و محبت خالص رو حس نکردیم که خداوند داد. تا حالا تو دلتون عشق رو نسبت به یکی دیگه حس کردین؟ اگر پدر مادر هستین تا به حال عشق به نسبت فرزندان خودتون حس کردین؟ خب خداوند عشقه. تازه اون عشق که قلب شما میتونه نگه داره، اون رو مثلا زد داره میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها تا بی نهایت زب در بکنین، اون میشه خداوند. خب حالا جوانترا، حالا خب گاهی خب مسنترا هم خب جوان بودن دیگه، خب تا حالا عاشق کسی نشدین، اون عشق رو حس نکردین که آقا من هر کاری برای این طرف میخوام انجام بدم، این کارو میکنم برای طرف، خب اون عشق. پس نمیتونیم بگیم من تا حالا عشق خداوند رو حس نکردم. خب اگر خداوند به شما عشق نمیداد که عاشق نمیشدین. حالا گاهی قد آدم مثلا اون عشق رو که از طرف خداوند میاد روی جایی میذاره که نباید بره. تو برنامه قبلی هم گفتم صدای خداوند رو باید بشنویم. گاهی قد تو این دلت میفته، همینطوری که من کلمه هدیه برا من اومد که با این طرف ازدواج نکن. نه که این طرف بده یا شما بدی، یا اون خوبه یا شما بدی، یا شما بدی اون خوبه، اصلا به اینا ربط نره. خداوند میگه این کار رو انجام نده، چون اون صلاح رو میدونه. ولی عشقی که داشتی از طرف شیطان که نیامد، عشق از طرف خداوند میاد. پس میگیم خداوند عشق، آموزش و پرورش خدایی با آموزش و پرورش ما فرق میکنه. شما اینجا میتونین برین تجربه خودتون رو هم بیارین داخل این، بگین آها منظور اینه که خداوند محبته، خداوند عشقه. پس اون عشقی که من تو قلبم راجبه بچه حس میکنم، راجبه شخص دیگه حس میکنم، اون رو زب در بی نهایت بکنیم، تازه بازم به خداوند، به عشق خداوند نمیرسه. پس آموزش و پرورش خداوند معمولا جایزه نمیده، آموزش و پرورش خداوند هدیه میده. آموزش و پرورش خداوند شاگرد اول نداره، آموزش و پرورش خداوند شاگرد اول نداره،
آموزش پرورش انسانی شاگرد اول و شاگرد دوم و شاگرد سوم داره. المپیک خداوند شاگرد اول و دوم و سوم نداره. پولس رسول گفت من میدوم که تا به اون خط برسم، مثل مسابقه است. ولی اینطوری نبود که من میدوم تا شاگرد اول بشم بقیه شما شاگرد دوم بشین. مسابقه هست. یعنی چی؟ اگر خداوند مثلا مسابقه زمینی بود میگفت باید 6 مایل مثلا 10 کیلومتر بدوین، مثلا از اینجا برین اینجا، خب اون مسابقه کجا بود؟ در زمان عهد قدیم 40 سال قوم اسرائیل اون مسابقه رو داشتن. بعضیا میگن اون رو میتونستن در عرض 40 روز اون فاصله ای که طی کردن طی بکنن، ولی خب برای اونا 40 سال طول کشید. الان ما عیسی مسیح رو داریم. من این چیزا خیلی ساده است، ولی بازم باید بگیم که متوجه بشیم همین چیزای ساده رو، خدا رو شکر برای چیزای ساده. حالا اگر مسیحی نیستین که خیلی خوب گوش کنین به این چیزی که الان میخوام بگم، اگرم مسیحی هستین بازم بهتر، بازم گوش کنیم. مسیح خودش اومد روی زمین به عنوان گناه روی صلیب رفت. کسی که گناه نداشت اومد به عنوان، لحجه من یه لحظه عوض شد، نمیدونم لحجه کجایی بود، نداشت برخواه، اومد روی زمین. گاهی قد بخندیم هم خوبه، من همیشه خیلی جدیم. خانم من سوزی جدی نیست، من همیشه لبخند تو صورتم هست ولی نمیدونم چرا همش جدیم. پدرم هم جدی بود. حالا خب سبیل من بنده سبیل بابا نیست، اونطوری هم نیستم که بگم مثلا خیلی همیشه این شکلی، نمیدونم، همه چی رو یه جورایی جدیم. خانومم همش میخنده، شاید خداوند اینو این شکلی گذاشت لهجم یه لحظه تغییر کنه، بگه بابا جون یه خوردم راحت باش، خیلی هم جدی نباش. معمولا مخصوصا راجع به خداوند باید داریم صحبت میکنیم، نفس راحت بکشیم، خیلی هم جدی نباشیم. یه خورده یک کاش سوزی هم الان اون بود، اون همیشه کنار من هست، اون قسمت خنده سوزی میاد. من گاهی اوقات مثلا میرم خونه دوستای قسمت خونه آشنا، حالا اون قسمت چی رو میگم، مسیح گناه شد، حالا اونو برمیگردیم یه لحظه. اینجا رو دو قول ما سینما میرفتیم، میگفتم آنتراک. الان این آنتراک برنامه ماست، 15 دقیقه شد، هر 15 دقیقه از من باید یه آنتراک بذاریم که همه برن. بابا ساندویچی داشت دیگه، آنتراک میذاشتن همه میمدن ساندویچ میخوردن. ما مثلا میریم خونه یکی از دوستا آشنا، یا من باید براشون یه جورایی غذا درست کنم که حس راحتی داشته باشم، یا یه جورایی مثلا کمکشون کنم، یا مثلا با هم مثلا بشینیم یه تلویزیونی نگاه کنیم، یا مثلا بشینیم راجع به خدا صحبت کنیم، نه که راجع به چیزای مذهبی، راجع به خدا، خدا مثلا کلام خدا، مثلا قلب خدا، مخصوصا قلب خدا. قلب خدا که میگیم مثلا یه جورایی عوض میشم، فوری انرژی میگیرم، میگم خواه جون راجع به قلب خدا من صحبت بکنیم. خب ولی اگه راجع به این چیزا نباشه یه جورایی جدی هم، مثلا طرف رو نگاه میکنیم، مثلا یه خود اون میشینیم و یه خود ما میشینیم. حالا ایران باشه همش چای میاری، نمیدونم قهوه میاری، این چای رو خوردی پرتقال میاد، پرتقاله تموم شد، حالا زیاد هم نباید حرف بزنی، خیار میاد، خیاره تموم شد این شد. حالا اینجا امریکاست، انقدر پرتقال و خیار و چای که نیست که میری خونه یکی میشینی پات رو پات میذاری همدیگر هم نگاه میکنی، حال شما خوبه، خیلی ممنون و مرسی، خب چه خبر، مثلا خیلی همش خوبه. خب من اخلاقم یه جوری تقریبا جدیم. سوزی ای کاش نمیدونم، نمیخوام بگم ای کاش نبودم، من خوب اخلاقم اینه دیگه. سوزی که هست نفس راحت میکشم، میگم آخش الان سوزی صحبت میکنه و سوزی همه رو میخندونه، من یه جوره عشق، یه جورایی نه بد جورا، عشق یه جورایی در میارم، یه کار میکنم مثلا ملت با قلب خودشون تماس پیدا بکنن. من یه چیزی دیگه هم که من رو خیلی خوشحال میکنه اینه که راجب قلب صحبت بکنم. بعد معمولا تو قلب ما خیلی چیزا وجود داره. ما مثلا اون چیزی که میخوام بگم و یادم هست، البته یادم هست، خدا کنه یادم باشه، فقط یه زبدر اینجا گذاشتم. حالا این زبدر معنیش چیه خداوند میدونه. حالا برمیگردیم، به امید خدا یادم میاد. ما مثلا میریم یه دفعه اصلا یادم رفت چی داشتم میگفتم، خداوند امروز داره یه کاری میکنه که من انقدر زیاد جدیم نباشم. میگه آقا انقدرم جدی نباش. آها یادم اومد، یکی ممکنه بگه بابا این چه برنامه تلویزیونیه، یه جورایی مثلا باید خیلی همچین چی باشی، خیلی اونجا ترتمیز و کت و حالا نمیخواد. اگه دست سوزی باشه با پیجامه باور کنی، میاد با پیجامه اینجا میشینه صحبت میکنه. این کارا رو هم قبلا کرد تو کلیسا. یه بار کلیسا رفته بودن، البته اونجا مسئولش هم بود، مسئول پرستش بود،
برنامه حالا این نمیدونم این دفعه شد راجع به برنامه های سوزی آموزش پرورش خداونده دیگه، این کلاس خداونده. سوزی یه دفعه موقعی که داشتن کلیسا داشتن رفت یه اجاق گاز آورد، باور کنین پیاز خورد میکرد، راجع به خداوند داشتن صحبت میکردن، این یه گوشه نشست پیاز خورد میکرد. حالا یکی اگه باشه میگه بابا ما راجع به خداوند داریم صحبت میکنیم، پیاز نمیتونیم خورد بکنیم، چرا نمیتونیم خورد بکنیم؟ مگه ما تو آشپزخونه خودمون راجع به خداوند صحبت نمیکنیم؟ آره. خب چرا نمیتونیم تو کلیسا مثل آشپزخونه مثلا غذا بپزیم و راجع به خدا صحبت کنیم؟ کی گفت این کارو نمیتونیم بکنیم؟ هیچ که خودمون گفتیم. خب خیلی خوب اومد. من اون زمان سوزی رو نمیشناختم، همه میگن داستانش هنوز هست، میگن راجب خداوند داشتن صحبت میکردن تو کلیسا، این چیکار کرد؟ این اومد پیاز رو، آنینو برید، اونجا روغن ریخت، مایتابه گذاشت، بوی پیاز هم همه جا رو میگیری دیگه. ملت همینطوری راجب خداوند که صحبت میکردن، کشیش راجب خداوند، کشیش امریکایی صحبت میکرد، بوی پیاز همه جا رفته بود که هنوز شاید 20 و چند سال بعد ملت دارن راجبش، 22 سال بعد ملت دارن راجبش صحبت میکنن. پس این میشه آموزش و پرورش خداوند. با آموزش و پرورش ما فرق داره. آموزش و پرورش ما معمولا کجا بود؟ ما میرفتیم وارد مدرسه میشدیم، توی یک کلاسی مینشستیم، یک کلاس خاصی داشت، کتاب و حالا کلاسور و اون چه دورانی داشتیم با کلاسورهای نو مون، اول مدرسه میشد میرفتیم دفترهای نو میخرید و مداد و مداد تراش آهنی و پاکنای بودار و این چیزا، به هر حال عشق ما این چیزا بود، چقدرم خوب بود. میرفتیم توی کلاس خاصی مینشستیم، معلم ما میومد، معلم ما با ما صحبت میکرد، یه چیزایی رو برای ما تعریف میکرد، یه چیزایی رو ما باید کتابهایی رو باید میخوندیم، بعدن از ما امتحان میگرفت، شاگرد اول، دوم، سوم. آموزش پرورش الهی و خداوند، گاهی اوقات فکر میکنیم خب ما باید بریم مسجد یا باید بریم کلیسا، دفترمون رو باز بکنیم، انجیلمون رو باز بکنیم، مثلا بعضی ها خب قرآنشون رو باز بکنن، معلمای دینی هستن، معلمای دینی صحبت میکنن، بعد خداوند اونجا مینویسه، امتحان داره میگیره، یا معلمای دینی زمینی امتحان دارن میگیرن، بعد یه روزی که رفتیم پیش خداوند نمره ما رو میگه. حالا اینجا نمره A و B و C و D و تا F میره، A, B, C, D, E, F 6 قسمت دارن. حالا ما ایران دیگه از نمره 1 داریم تا 10 دیگه به زور رسیدیم، 9 و نیم هم خوب نیست، 10 که رسیدیم میکنیم آخرش اقلا تجدید نشدم یا روزه نشدم، 10 دیگه مثلا دیگه 15 بد نبود، 16 هم خوب بود، 17 18 که میرسیدیم میگفتیم آه نمره 18 گرفتم، 19 میگفتن آفرین تو 19 رفتی 20 هم میرفتی، 19 و نیم، 19 و 75، 20 که شدی میگفتی آخش رسیدم، جایزه داره میاد، شاگرد اول شدم، از این به بعد دیگه همه چی درسته. اون شاگرد تنبلارم که نگاه میکردی میگفتیم بابا اونا همش تنبلن. آموزش پرورش خدایی یه جورایی برعکسه. یه روزی عیسی مسیح تو انجیل نوشته داشت یه جایی رو نگاه میکرد، رفته بودن جلوی معبدی، اون زمان واستاده بودن داشتن نگاه میکردم، شاگرداشم کنارش بود. اون چیزی که من یادمه دارم میگم، انجیل الان ندارم که بخونم، این چیزی که یادم میاد تو قلبمه، عیسی مسیح داشت نگاه میکرد، به شاگرداشون هم اونجا بودن، یکی بود یه معلم دینی بود که مثلا به قول اون زمان شاگرد اول بود، گفت خدایا خیلی ممنونم که به من مثلا اجازه دادی مثلا دنبالت بیام، مثلا به فقیرها کمک بکنم، کارهای خوب بکنم، همه رو دیگه شاگرد اول بود دیگه، مثلا بره از معلم خودش تشکر بکنه، خیلی ممنون که مثلا به من اجازه دادی بیام کلاست، الان مثلا جغرافیم شد 20، مثلا حساب هندستم شد 20، مثلا علوم نمیدونم اجتماعیم شد 20، نمیدونم جامعه شناسیم شد مثلا 20، دیگه همه دیگه ردیف دیگه، فیزیک و این و این و زبان انگلیسیم شد 20، خیلی ممنون. یکی دیگه اونجا واستاده بود، گفتش که البته خب اینا رو 20 و این چیزا رو نگو، ولی خب پیش خداوند داشت میگفت خداوند خیلی ممنون که من شاگرد اولم، حالا حتما جایزه میخواست دیگه، من شاگرد اولم. بعد عیسی مسیح گفت نگاه کنی، یکی دیگه اونجا واستاده بود به سینش میزد، انگار مثل شاگرد تنبله، میگفتش که خدای من ببخش، من اصلا سرم رو نمیتونم بیارم بالا. یعنی چی؟ یعنی تجدید به قول خودم تجدید شدم، اصلا رفوزه شدم، کارهای خلاف کردم، کارهای بد کردم، اصلا زندگیمو از دست دادم، اصلا نمیتونم سرم رو جلوی خودت بیارم
بالا. عیسی مسیح به شاگرداش گفت نگاه کنین. خب اونجا یه لحظه اینجا پاز بزنیم، مکس بکنیم. الان متوجه میشیم که آموزش و پرورش خداوند چجوری کار میکنه. عیسی مسیح گفت نگاه کنین. خب الان شما حدس بزنین که کی رو عیسی مسیح قبول کرد. الان من حس میکنم واقعا از ته قلبم، اونایی که فکر میکنن شاگرد تنبلن، اونایی که فکر میکنن رفوزه شدن جلوی خداوند، اونایی که فکر میکنن زندگیشون رو از دست دادن، دیگه در اجتماع رفوزه شدن، هیچ وقت جایزه نگرفتن، در مدرسه مثلا جایزه نگرفتن، در اجتماع جایزه نگرفتن، زندگی خودشون رو خراب کردن، حالا یا دزدی یا تنفروشی یا هر چیزی، هر بدبختی، بیچارگی، بیپولی، هر چیزی، تو شرم و حیا دارن زندگی میکنن، کارنامه زمینی خودشون رو میبینن که همش میبینن یا صفره یا دوه یا چهاره یا تجدیده یا رفوزگی. الان حس میکنم عیسی مسیح میخواد بیاد تو خونهای شما وارد بشه، بیاد تو قلبتون وارد بشه، تو زندگی شما وارد بشه. میگه اجازه میدین به من که وارد بشم؟ میخواین من معلم شما بشم؟ میخواین آموزش و پرورش الهی رو اونطوری که خداوند، که ما میگیم خدای پدر، که خودش در وجود عیسی مسیح هست، که بیاد معلم دینی شما بشه؟ معلم دینی چی؟ دین یعنی محبت. معلم محبت شما بشه. و شما تا حالا، خب وقتی که ما میایم رو زمین، درسته بعضیامون میریم تو مدرسه زندگی، نه که زندگی میکنیم، میریم تو مدرسه اسم مینویسیم. خب پدر مادرامون رفتن تو مدرسه های مختلف، اسم ما رو نوشتن، چون نوشتن ما رفتیم زیر آموزش و پرورش اون کشور یا اون استانی که نوشتن یا اون شهری که نوشتن، بعد معلم های ما هم اونجا بودن. خب وقتی شما وارد زمین شدین، ناخودآگاه تو هر کشوری که بودین، اسم شما تو این زمین نوشته شد. خب شاید شما هیچ وقت فحص نکردین که بابا منم تو این زمین اسمم الان نوشته شد، ولی هر کدوم از شما که الان دارین این برنامه رو نگاه میکنین یا میشنوین، یک کارنامه زمینی دارین. یک کارنامه زمینی این شکلی هست، کارنامه زمینی هست، یه چیزایی روش نوشته. حالا بالا بعضیا خیلی همش نمره تجدیدیه، نمیدونم 0 و 1 و 2 و 3 و اینجا سال اول تجدید، 5 ساله بودیم مثلا تجدید، مثلا 18 ساله بودین فکر کردین میتونین یا یه بیزنس بگیرین یا کاری انجام بدین یا ازدواج کنین، بازم تجدید، رفوزگی تجدید، رفوزگی تجدید، حالا یا مریضی اومد یا اعتیاد اومد یا نمیدونم دزد اومد تمام وسایلتون رو خورد و وسایلتون رو برد و یا دلتون رو شکست، یا خدای نکرده یکی رو دوست داشتین طرف رفت مثلا با کس دیگه ازدواج کرد، اگر مثلا دیگه مسائل عشق عاشقی پیش اومد، مسائل اجتماعی پیش اومد، مسائل روحانی پیش اومد، مسائل مذهبی پیش اومد، تو این کارنامه حالا هر چند سالی که هستین، اگر 20 ساله، 30 ساله، 40، 50، 60، 70، 80، 90 کارنامه دارین دیگه، شاید ملت هم کارنامه‌تون رو می‌بینن، خودتونم کارنامه‌تون رو می‌بینین، ولی خداوند کارنامه شما رو می‌بینه. کارنامه شما پیش خداوند طبق آموزش و پرورشی که خداوند داره اونجا بررسی میشه. یکی اومده بود کارنامه خودش رو این شکلی گذاشت جلو معبد خداوند، عیسی مسیح داره کارنامه اون رو نگاه میکنه، میگه که ببین ای معلم، ای خدا، ببین کارنامه من همش بیسته، مغرور بود، دل خداوند رو نمیشناخت، آموزش پرورش خداوند رو هم نمیدونست چه جوری کار میکنه. یکی که به دزد بود و به قول ما قاچاقچی بوده، خیلی کارهای دیگه زندگیش خیلی بد بود، خودش هم میدونست کارنامه‌اش چیه. عیسی مسیح به شاگرداش گفت اینه که قبول میشه. یعنی چی؟ میدونه که کارنامه‌اش چیه، غرور نداره، چون جلوی خداوند نمیتونیم غرور ببریم. غرور یعنی چی؟ آقا کارنامه من نگاه کن، به من جایزه بده. غرور ما خود خداونده، غرور ما عشق خداونده، غرور ما خود عیسی مسیحه، غرور ما اونه. من به چی غرور میتونم بورزم؟ غرور من اونه، خودشه، تمام زندگی من اینه، تمام زندگی شما اینه. اگر شما تا به حال به شما توهین شد، خودتون به خودتون توهین کردین چون کارنامه زندگی خودتون رو دیدین، کسای دیگه به شما توهین کردن، شما کارنامه زندگی خودتون رو اونا دیدن، آموزش و پرورش
کشور خودتون یا دولت خودتون یا اجتماع خودتون یا فامیل خودتون شما رو تجدیدی خوند یا رفوزه خوند، حتی بدن خودتون الان ضعیفه، شاید پیرتر شدین، شاید کمردرد دارین، شاید آرتروز دارین، شاید مثلا زندگی خودتون رو به قول خودمون باختین یا مثلا کارایی رو انجام ندادین که مثلا یک زندگی خوب به اصطلاح ما داشته باشین یا یک کارنامه خوب داشته باشین. تمام اونا یه خبر خوش اینجاست، همه شما قبولین، همه شما هدیه میگیرین، همه شما جایزه میگیرین. چرا و کی این کار رو میتونیم بکنیم؟ چرا؟ چون شما تو آموزش پرورش خداوند، خداوند محبت، همیشه سوزی میگه، میگه نمیتونیم بگیم خداوند، خداوند تو هند میگن هزارها و هزارها و هزارها میگن خداوند وجود داره، خداوند محبت، خداوندی که اومد روی زمین قدم زد به عنوان یک شخص، به عنوان یک مرد اومد روی زمین زد، یک انسان اومد روی زمین قدم زد، از طریق یک خانومی که ما اسمشو میذاریم مریم، از توی طویله به دنیا اومد. پس نیومد با کپ کپ و دب دب وارد بشه، اومد از توی طویله. پس ببینین آموزش، دو دقیقه دیگه وقت دارم، آموزش و پرورش خداوند فرق میکنه. خب اونایی که خودتون رو رفوزه خوندین، دستاتون رو ببرین بالا، خجالت هم نکشین، بیاین جلوی کلاس اونجا بشینین، خودتون رو ببینین مثل اون کسی که عیسی مسیح اون لحظه تو انجیل نوشته به شاگرداش نشون داد. همین الان میخواد عیسی مسیح شما رو هم به خودتون، هم به خدای پدر که خودش در درون خودش وجود داره، هم به تمام جهانیان و اونایی که تمام فرشته‌های آسمون نشون بده، بگه این هست پسر من، این هست دختر من که من خیلی اون رو قبول دارم، نمرشم عالیه، عالیه، بالاترین نمره رو داره. یه دقیقه و نیمه دیگه وقت دارم، که این هست پسر من، این هست دختر من، اسمتون هر چی که هست فرق نمیکنه، اون کارنامه قدیمیه رو بذارین کنار یا ببرین بدین دست عیسی مسیح، بذارین جلوی پای عیسی مسیح، بگین قلب من رو شاد بکن، بذار من نمره خودم رو تو این کارنامه ببینم، اون نمره ای که خدا، خداوند بزرگ، اون خداوندی که خدای همه هست، اون به من نمره بده. من رفتم به معلمای خودم گفتم، اونا به من نمره تجدیدی و رفوزگی دادن، به اجتماع خودم، اونا به من نمره تجدیدی و رفوزگی دادن، من رو دوست خوندن، من رو قاچاقچی خوندن، من رو تنفروش خوندن، من رو معتاد خوندن، من رو بی پول خوندن، من رو تنبل خوندن. همه اینا رو جمع بکنین بدین دست عیسی مسیح، بگین ای عیسی مسیح، من میخوام کارنامه من رو خودت بنویسی، اینطوری هم که تو انجیل نوشته الان من کارنامه بیارم بهت بدم، به من جایزه میدی، جایزه من هم خودت هستی، جایزه من هم اون چیزی که خودت، اون طوری که راجع به من فکر میکنی، اون جایزه من هست. پس خداوند رو میاریم تو خونه های شما، شما رو میبریم تو قلب خداوند. از این به بعد هیچ کسی نمیتونه به شما توهین کنه، چون چرا؟ چون معلم شما اونه، آموزش و پرورش شما هم محبته. تا هفته بعد شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما.